الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. حقيقة القرض القرض عقد يتزمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانة في ذمته بمثله. قبلا بحث در مورد مسئله ربا داشتیم مفصل. بحث بعدی بحث قرض است که حقیقت قرض چیه؟ حقیقت قرض تملیک کسی که وقتی به کسی قرض میده، دین میده، حالا به تعبیرات مختلف، این تملیک میکنه. مثلا این 5000 تومان، این 5000 دلار به شما میدم، تملیک میکنم مال شما. انتها تملیک مطلق نیست، مع ضمان، به شرط این که ضامن باشی که یعنی 5000 تا به من برگردانی. این حقیقت قرض. ولذا کسی که مالی را قرض میگیره، این دیگه مالک اون مال میشه. هر تصرفی که بخواد میتونه در این مال بکنه، تصرفات مالکانه. خود مال، خود عرض میشود که قرض، قرض دادن نه قرض گرفتن، دو مسئله است. قرض دادن، قرض گرفتن. در قرض دادن روایات زیادی است و فقها عموماً میفرمایند، بلکه از مستحبات روایات زیاده، من جمله روایت از وجود نازنین خاتم انبیا می فرماید من اقرض اخاه المسلم کان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبل رضوا. اگر کسی به برادر مؤمنش قرض بده، به هر درهمی که میده، هر تومنی که میده، هر عرض میشود که دلاری که میده، میفرماید به اندازه وزن کوه احد از جبال رضوا و سینا حسنات، به اندازه کوهی حسنات برای یک درهمش برای او. و این رفق بهی فی طلبه، اگر قرض رو داد، حالا این کسی که قرض گرفته الان در عسر و حرج نمیتونه بپردازه، باهاش مرافقت کرد، گفت حالا مهلت بد میدم، حالا 6 ماه دیگه اومد، گفت با والا وضعم هنوز خوب نشده، و یه 2 ماه دیگه هم مرافقت بکنه، باهاش راه بیاد. اگر مرافقت بکنه، فرمود جاز بهی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب، بدون حساب از پل صراط مثل برق عبور میکنه. دو مطلبه، یکی حساب روز قیامت، یکی جواز از پل صراط که در بحث معاد یادم چند سال قبل مفصل راجع به پل صراط صحبت کردیم. این به راحتی عبور میکنه از پل صراط کسی که قرض میده. و من شکا علیه اخوه المسلم، اگه برادر مؤمنش بیاد شکایت کنه و از امنا به سامان اینها، فلم یقرضه، امکانش هست که قرض بده ولی قرض نده. حرم الله عز و جل علیه الجنه یوم یجز المحسنین، روزی که به نیکوکارا جزا میده، این محروم از جزای الهی در قیامته. و روایات زیادی است به حیثی که فقها
حکم به استحباب میکنن، مستحب به انسان بتونه قرضی رو بده. روایتی از امام صادق علیه السلام که وقتی قرض دادی تا زمانی که این قرضت میشه این آغاز، حکم صدقه برای تو در رامه عملت داده میشه. هر روز خود این قرضی که تو به این بنده خدا دادی، به این مؤمن دادی، ثواب صدقه در نامه عمله تا این که بگیرد. وقتی گرفتیم اون ثواب قطع میشه. و روایات دیگه ای که مثلا در مورد خود صدقه میفرمد از صدقه تو به عشره، من جاء بالحسن فله عشر امثالها که در قرآن هست، امام علیه السلام میفرمد اگر قرض بدی 18 برابره، صدقه بدی ببخشی 10 برابره، قرض بدی 18 برابره. حالا اسراری درش هست، حالا در اون وادی نیستیم که خب میدونید در صدقه منتی است که در قرض نیست. قرض میگه آه خلاصه دستم تنگه، برای که کار را بیفته بهش میده، اینم تا اینکه بگه آه این پولو بگی والا خودت مثلا صدقه باشه، اینها اون 10 برابره، این 18 برابره. و روایات زیاده فلزا حکم. اما از این طرف گرفتن قرض نه، دیگه گرفتنش مستحب نیست. بعضی ها برعکس قرض نمیدن اما ماشاءالله قرض میگیرن، این قرض گرفتن مستحب نیست، خلاصه مکروهه. و البته روایاتی هم هست میفرماید که بعضی از نصوص هم مبغوضیه، یعنی مورد عرض می شود که نهی شارع، مبغوضیت شارع. ایاکم و دین فانه شین الدین، بر حذر باشید از دین گرفتن، تا میتونید سراغ دین نرو. اونی که مکرر من عرض کردم امیرالمومنین عبور میکردن بازار قصابا، قصابا گفت یا علی بیا گوشت درجه یک رسیده، گوسفند ذبح کردم، عرض میشود که شیشک بیا گوشت، به قول معروف این قصابا دیگه میگن دیگه این گوشتش با لبت بازی میکنه، از این تعبیرات این گوشتش نمیدونم چیه و فلان. و حضرت فرمود ما عندي درهم، پول ندارم. قال انا اصبر على الدرهم، ما پول نخواستیم از شما، هر وقت داشتی بده، قرضی بیاورده من گوشت قرضی. حضرت فرمود انا اصبر على اللحم، تو بر پول صبر میکنی، خب من بر گوشت صبر میکنم، هر موقع پول دستم من میخرم، چرا تو بر پول صبر کنی من بر گوشت صبر نکنم؟ این یک درسه خوب انسان در زندگی. بعضی چیزها رو مثلا دوست داره، آقا این مثلا دکور منزلمون عوض شه، خدا حفظ کنه این خانوما رو که هر از گاهی میگه این دیگه مثلا چی، این لباس دیده شده، این نمیدونم چی شنیده شده، این دیگه باید تمام. حالا بگه صبر کنی وقتی پول اومد دست بگیره حالا عوض کنه بدل کنه، اما بریم نه کریدیت داری بابا کریدیتو بزن برو خب بگی قرض کن و بعدم بهره بده و بعدم چه و خاله خدا دم صبر میکنه، یه سال صبر کردی 6 ماه دیگه هم خداوند انشالله توسعه میده. و این خودش یک درسی است. امیرالمومنین علیه السلام انسان در زندگی قانع باشه، البته این به این معنا نیست که به خانوما میگم آقایونم خست به خرج نده، وقتی داره دیگه بله میگفتش که هر میشه همش بخواد خیلی سر و ساده و فلان اینها، نه، خدا وقتی به توسعه داد تم توسعه بده. اگر توسعه ندی به عیال روایت ها، خداوندم ازت میگیره، خدا خلاصه سر کیسه خدا اگه میخواد شل بشه تو هم سر کیسه رو شل کن، قایم نکن والا ندارم چیزی فلان اینها نمیدونم، نه، از اون طرف با خانوان بگیم، از اون طرف هم با آیون، بله خلاصه دیگه بینکم و بین الله. من اراد البقا ولا بقا، اگه کسی میخواد بمانه، البته بقا نیست همه میمیرن، ولی یعنی اگه میخواد زیاد عمر بکنه، وجود نازنینه
سید کائنات میفرماید این کارها رو بکنید عمرتون اضافه میشه. یک، یباکر الغدا، زود صبحونه بخورید. 11 و 12 و اینا دیگه نهاره دیگه، صبحانه نی، صبحانه رو زود، غدا و حسابی هم بخورید. بعضی برعکسه، صبحانه یه لقمه نمیدونم چیه، اینها میگه که خب میخوایم بعد نهار یا مثلا شام مفصل، اینه که برعکسه. ولی یباکر الغدا، ولی یجبد الحذاء، کفشش هم خوب بکنه، کفش خوب بپوشه. بعضی اهمیت نمیدن به پاشون، روایات زیادی هم در رنگ کفش هست هم در کیفیت، تنگ خیلی نهی شده، میگه اون بخوام پامچی بشه، یه کفشی میگیره از اول میزنه با فشار این وره پاش عرض میشه و چی میشه، تاول میزنه اون وره پاش، نم آب میندازه چیچه اینا، بعد که جا وام کنی که بعد بندازش دور، نه از اول یه کفش قشنگ مناسب. حتی جوراب داره که جوراب تنگ مکروهه، لباس تنگ مکروهه، لباس زیاد مکروهه، اینا همه فرمودن. حالا برن مطالعه کنن نکاتش در بیارن. ولی یخفف الردا، ردا خفیف بپوشه، لباس زیاد و اینا، اینا هم خوب نیست. صبحونه زود بخوره، کفش، میگن ژاپنی ها میگن که پا قلب دوم انسانه، و واقعا اون آقای دکتر کی بود پارسال، آقای دکتر مال قلب کی بود اینجا، آقای عمران عرب نیا، او گفت که ایشان خب متخصص قلب و ایناسی، از این آدم باید بپرسه. یه خیلی از این سکته ها از پا شروع میشه، لخته تو پا میاد، خون لخته میشه، بعد این حرکت میکنه، میاد در قلب، میاد در مغز، توجه میفرمایید. ولی ازا پا رو انسان در بهداشت در عرض می شود که این امور وقتی رعایت بکنه، بهداشت رو رعایت بکنه، عرض می شود که حرکت عرض روزانه رو، تحرک و اینها رو، خب به انواع و اقسام دردها مبتلا نمی شه دیگه. و قیل ما خفت الردا، این خفت الردا یک کسی سوال کرد، حضرت فرمود این مطلقه، کمتی نگفتم فقط لباس، لباسش خفیف باشه، نه، یعنی این که دین نگیره، خود این اضطراب دین، وقتی اینقدر به چی بده کارم، اینقدر به این کردیت و اینقدر به اون آقا و اینقدر به این افکار، خودش عرض می شود که انسان رو از بین میبره. می فهمد اگه میخوای عمر طولانی و عمر راحت داشته باشی، دنبال قرض و قوله نرو، خودتو گرفتار نکن. پس گرفتن قرض مستحب هست یا نیست؟ بلکه چیه؟ مکروهه. اما قرض دادن فرمود مستحبه. توجه فرمودی؟ کلن دیگه معنی قرض نکنه بهتره، معنی قرض کنه که حج بره، سب بکنه هر موقع مسند لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، خود خدا فرموده من حالا برم از این طرف اون طرف خودم رو چی بکنم که بندازم در دامنه استطاعت، استطاعت به قول معروف زورکی، نه، خدا فرموده اگر مستطیع شدی واجب علیک الحج، اما اگه مستطیع نیستی واجبی که بری قرض بکنی، اصلا گفتیم مکروهه. بله اگر کسی اومد او پیشنهاد داد، شما قرض نگرفتی، اون اومد گفت این پول بهت میدم قرض بری حج باهاش، این اشکال نداریم بگیری، او پیشنهاد داده، روایت هم داریم فقها هم میفرماد، اما شما برید طلب کنی قرض کنی که بری، حالا این خودش از نظر فقهی هم جای بحث داره که آیا میشه نمیشه، استطاعت حاصل میشه نمیشه، این هم خودش یه بحث. بله. بله هرچی به هر نه
بله دلار قرض بده، درهم قرض بده، دینار قرض بده، هرچی وقتی میخواد برگردونه باید دلار برگردونه. حالا اگر توافق کردم، اما حالا به جای اینکه دلار به من بدی معادلش ریال به من بده، اگه توافق کنن مانعی نداره، قبول کنن دو طرف. اما اگر قبول نکنه، ملاک قرض دهنده است، میگه من به شما دلار دادم، دلارم میخوام. توجه کردم. خب حالا عقد یتضمن تملیک، آیا عقد باید خونده بشه؟ عموم فقها میگن نه، عقد لازم نیست، همین که این به این نیت باشه که این پول دارم قرض میدم، اونم به این نیت که قرض میگیره، یعنی تملک میکنه پولو که به ذمه‌شه، به گردنشه، بعدن بپردازه، این خودش عرض شد عقد قرضه. حالا به قول بعضی از فقها مثلا آیت الله شبیری، یه ولو به کتابت بنویسه، تو کاغذ بنویسه که این مبلغ رو قرض دادم به آقای فلانی تا تاریخ فلان، اینا اونم زیرش امضا میکنه من این مبلغ رو قرض گرفتم، اینا اصلا به زبانی هیچی نمیگن، نامه رو مینویسن، بعد پولم عرض میشود که مبادله میکنن، مانعی نداره، این محقق میشه، لازم نیست چیزی به زبان بیاد. اگر مدت ذکر نشد، گفت این مثلا مبلغ رو به تو قرض دادم مال تو، بعدن به من بده، اونم گفت قرض گرفتم، کافی، قرض صحیحه. هر وقت که این آقای قرض دهنده طلبکار طلب کرد، این آقا باید بده، چون مدت نداره دیگه، منتها یه مدتی که متعارفه، نه که مثلا پول قرض بهش داد، از توی مجلس بلند شد سر قیام که آقا پولم بده قرض، میگه بابا تازه به عرقم خوش نشده اصلا. یه چیز متعارف و عرفی است، مثلا دو روز سه روز، حالا نمیدونم بر حسب عرف متعارف، اما هر وقت که خواست طلب کرد باید بپردازه قرض گیرنده، مگر اینکه مدت رو بگه اینو به شما قرض دادم مبلغ رو تا یک سال، بعد از یک سال به من بدید. این دیگه تا قبل از یک سال طلبکار نمیتونه بیاد فردا در خونه بگه آقا پولم بده، هم نوشتیم یک سال دیگه، ما قرض یک سال گرفتیم و واجبم نیست به قرض گیرنده بپردازه. توجه کنید، میتونه بپردازه اما واجب نیست. اگر مدت تعیین کردن، قرض گیرنده قبل از مدت پای ما مونده میگه میخوام بدم پولتو، اینجا طلبکار میتونه بگه حالا نمیخوام، آقا برو همون شش ماه دیگه بیا، حالا مونده پنج ماه دیگه مونده، شش ماه دیگه مونده، میتونه. اینجا یه نکته ایست و اون این که اگر شرط جوری باشه که به نفع قرض دهنده باشه، مثلا قرض دهنده الان نمیتونه این شی را یا این مال را یا این پول را، چون قرض حتما پول نیست، هر چیزی میشه قرض باشه، حالا قرض میکنه، نمیتونه الان نگهداری کنه، حیوان را قرض میده، گاو را قرض میده، قرض یعنی تملیک میکنه، بعدن پول این گاو را باید بهش بده، پول این گوسفند را باید بهش بده، الان امکانات شده، یا قرض به تو میدم، من حالا دارم میرم مثلا اهل دهات روستاست، داره میره خونش رو فروخته، اینها الان میخواد اینا قرض بده که بعدن یک سال دیگه که برمیگرده اینجا الان مثلا نمیتونه، این میگه آقا میخوام زودتر به شما بدم، میگه نه نمیخوام، میتونه قبول نکنه مثلا فرض کن. اما اگر به نفع قرض گیرنده است، یعنی قرض دهنده گفت تا یک سال رعایت حال این آقا رو کرد که حالا تا یک سال تو مهلت داری، خب حالا این میگه آقا شما رعایت حال من کردی تا یک سال، من الان الحمدلله پول به دستم رسید، آدم خوش حساب، میخوام شش ماه زودتر بدن، اینجا باید بگیره، دیگه من نمیگیرم، نه برو شش ماه دیگه بگیر. توجه کردی؟ پس بنابراین در قرض میشه مدت ذکر نشه، قرض باطل نیست، قرض صحیحه، منتها هر وقت اگه مدت ذکر نشه، هر وقت طلبکار گفت پولو بده باید بده. اما اگر مدت ذکر شد، توافق طرفین به مدت بود، وقتی که حق نداره قرض دهنده
هر زمانی دلش خواست بگه پول منو بده، بعد مدت بگذره تمام بشه. فرقش فقط در مدت از این با. بله. اجازه بخشید. اختباس هم همونجوری هاش واجبه که داده پس داده بشه. بله. بله دیگه خدا اصلاحشون کنه انشاءالله. اگر قرض کرد حالا نداره، این طلبکار چیکار میتونه بکنه؟ اگر هیچ نداره، فقط چی داره؟ فقط خانه مسکونی داره و اساسی لوازم منزل داره و در یه حدی که شأنیتش که زندگیش بچرخه، بیش از این نداره که این قرضو بده. فنظرتون الی میسره، قرآن هم میفرماید از نظر فقهی حق نداره او رو بگه خونه تو بفروش پول منه بده. نه، خونه مسکونیش مستثناست، مستثنات دین، اون چیزی که اونم تازه لائق به شأنه. مثلا یه خونه ای داره 5 اتاق داره، اینم خب اولادش زیاده، 5 اتاق هم تازه کمشه، 5 اتاق رو نیاز داره. نمیتونی که آقا تو حالا خونه 5 اتاقی میخوای چه؟ یا 2 اتاق برو بگی، یا خوابه برو بگی پول منه بده. نه، نمیتونه که مجبورش کنه به فروش ملکش، اون مسکنش، فروش لوازم منزلش، حتی اتومبیلی که باهاش رفت آمد میکنه. بله، حالا اگر مثلا یک از این اتومبیل ها یه درجه بالاست، با پایین تر هم شأنش هست و کارش رد، این نه، این باید عوض بکنه. اما نه، یه ماشینی که میخواد بره بیاد و اساس خونه و خونه، بیش از این دیگه چیزی. فنظرتون الی میسره، میگه خب آقا من دیگه کاری هم ندارم، کاسبی ندارم، پولی ندارم، اینجا باید چیکار کنه؟ اگر توانش هست که کاسبی کنه، تجارت کنه، کار کنه، واجبه براش که کاسبی کنه. نگه بگه تو خونه که آقا خدا تو قرآن گفته المفلس فی امان الله، من فقط همین خونه هست، این ویلفرم که این میده، خدا بگم چیکار کنه؟ این دولت کانادا رو خیلی ها رو تنبل کرده، ویلفر بگیری یه عمری هم میگیره و خیال میکنه خیلی چیز خوبیه، معمولا هم بعد 10 سال 20 سال زندگیش همینجور راکت میمونه، هیچ تغییر و تحولی هم نداره، معمولا اینجوری، حالا استثناءاتی هم داره. این پول رو داریم میگیریم و قشنگ میگیره تا 12 میخوابه و بعدم پا میشه نهارش میخوره، باز دوباره میخوابه. و به قول اون آقا هم گفتش که یه جا رفته بودم طرف های عطابک، اونجا منبر اینا صحبت میشه، میگفت که آقا این فلانی محمود بیهوش، و اینا گفتم محمود بیهوش چیه؟ گویی از بس میخوابه بهش نخب بزشتن که دائما خوابه، بعضی دائما خواب و این نیست، باید بره کار کنه. نبیگی ما خب من ندارم، ندارم نی. بله، اگر کاری که به شأنیت او باشه نیست، یا در عسر و حرج میفته، بیماره، کسالت داره، شله دستش، پاش، اون باز یک امده. اما اگر سالمه، اومد میگفت که آها من ندارم، حضرت فرمود که برو کار کن، گوه دستام شله، دستام شله، امام فرمود احمل علا رأسک، گردن کلوفتی داری، کلت به سرت بار، با سرت ببر، با سره، با پاها. الان بعضی ها میان دست نداره، با پا یک نقاشی هایی میکشه که اونایی که دست دارن نمیتونن بکشن. بعضی واقعا کار میکنه، فعالیت میکنه، هنرمند میشه ولو دست نداره، با پا، با دهانش. انسان تا میتونه نباید زیر بار منت کسی بره و باید دینش رو ادا بکنه. اما اگر نه، در عسر و حرج، اون یک امر علاحده ایست. اینقدر مهمه دین و حق الناس. و من اگه نماز خوندی الله اکبر الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، طلب کار اومد آقا پول ما رو بده، وقت طلبت رسیده، یه امام گذشته، پول ما رو بده، فرمد اینجا از موارد که یجوز و قطع الصلات، بلی یجب و قطع الصلات، نماز رو باید بشکنی بری طلب. اگه تو جیبت هست مثلا چکه یا پوله،
نمازت به هم نخور، پول همینجور در میاری به این میدی، خب نباید نماز بشکنی. اما اگه بخوای پولشو بدی باید بری بنویسی یا بری توی صندوق در بیاری راه بری که صورت نماز به هم میخوره، باید نماز تو بشکنی. نگی حالا صبر کن 4 دقیقه من نمازم تموم بشه، نه نماز تو باید بشکنی بری. حالا اینایی که به قول آقای دکتر دیگه اینا میخورن مال مردم و عرض میشد هیچ چیزی میکنن، اینا دیگه چی جوریه چی نمیدونم، خناه بر خدا. اگر طلبکار رو دسترسی بهش نداره، طلبی گرفته، قرضی گرفته قبلا، هرچی میگرده میچرخه این طرف اون طرف، بنده خدا اینجا اومده بود مثلا مهاجرت و فلا، بعد حالا رفته هیچ خبری ازش نیست، نه آدرسی نه ایمیلی نه نمیدونم تلفنی، نه از خودش خبر داره نه از وارثش، و دیگه مایوس شده، چند سال گشته دیگه مایوس شده. اینجا میفرماید با اجازه حاکم شهر اون مبلغ رو از طرف صادق صاحبش صدقه میده به فقیه، اون تا اینجا احتیاطش اینه که به سید فقیر نده، به غیر سید بده. عرض میشود بعضی هم فرمودن که این احتیاط استحبابیه، حالا به غیر سید بده بهتر، به فقیر بده با اجازه البته مرجع تقلیدش حاکم شهر و از طرف اون صاحبش که بهش مدیونه و الان دسترسی نداره و دیگه قطع امیدم کرده ازش. اگر میت مالی جز کفن و دفنش که یفی به کفنهی و دفنهی و دینهی، اینقدر پول داره که دینشو بدن، قرضاشو بدن، دفن و کفنش، این دیگه ورثه هیچی نمیبرن از این، و این مقدمه، دفن و کفن مقدمه و دینش، دیون رو باید بدن بعدن وقت تقسیم بکنن. توجه کردی؟ پناه میبری از بعضی از این ورثه ها، میگفت یه عمری زحمت میکشه برای این بچه و اینا، بعد این بچه چیه؟ میگفت 10 تا بودن اومده بود، میگفت که پدر شما این دیون رو داره، اینا رو اگر ندید میسوزه در آتش. میگفت بذار بسوزه، اون یه نفر بسوزه بهتره، ما 10 تا بسوزیم. بعضی وقتا ورثه اینجوریه، پناه بریم به خدا، پناه بریم. بعضی وقتا یه کسی مثل صاحب مدرسه نواب در مشهد گفت که وصیت کرد بعد از من این اموالو به پسرش اینجا حوزه علمیه بسازید و اینا، و وصیت اومد. شب که میخواست بره بیرون، قدیما تیر چراغ برق و نمیدونم این خیابون کشی اینجوری بیرون میرفتن با از این چراغای بادی، چراغای عرض میشه و چی میرفتن، یکی جلو چراغو میگیریم که ببینی اینجا مثلا چاله چیز. این پسر چراغو گرفت که پدر بیاد، رفت پشت پدرش گفت آقا جون بریم. گفت کجا بریم؟ بریم دیگه. اومد که خب پسر برو چراغ ببر جلو، من جلو ببینم. و نه همین از پشت سر من دارم میادیم، خب من جلو نمیدم، تو باید بین جلو. گفت شما الان چند دقیقه پیش وصیت کردی که من بعدا خب این چراغم این جلو جلو، چرا شما چیز؟ این خیلی بهش اثر گذاشت. اما فردا گفت کلن که مدرسه رو بزنیم، مدرسه نما در حیات خودش عرض میشد مسجد رو ساخت، مدرسه رو ساخت، بیمارستان رو بسازه. این میگه بعد از وفات من، بعد از نمیدونم چی چی اینا، برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. و اینجوری توجه میفرمایید. حالا اگر پولی رو قرض کرد، حالا مقدار اون، ارزش اون زیاد شد یا کم شد، این چیه حکمش؟ این مربوط به فقط به قرض نیست، این مطلقه، در سایر دیون هم هست. دین تنها قرض نیست که، دین ما زیاد داریم، دین مثلا دیون رو ایشون میشموره،
دین اون مال کلی که ثابت در ذمه انسانه، مثلا زمان بچه بوده سنگ زده شیشه رو شکسته، آقا خب این تکلیف نیست اینا، ولی که زمانش داره، وقتی بزرگ شد گهدشه اون شیشه که شکسته. عرض می شود که گاهی خواب بوده، گاهی متوجه نبوده، گاهی توی جاده پنچری رو گرفت، این سنگی که زیر چرخ ماشینش گذاشت این ور گذاشت، ور نداشت بذاره اون ور، تو طریق توی جاده گذاشت، یه ماشین اومد به این سنگه گرفت، لاستیکش ترکید، اینا خدایی نخواسته بلایی سرش اومد. روز قیامت میارنش میگن که 4 دیه انسان به گردنت کشتی، قتل غیر عمد. اما که کسی رو کشتی؟ میگه ها اون سنگی که بر نداشتی، اینا دیه ماشین ورسه عرض میشه و دیه اون آدم ها، اون کسی که پاشو جراحی کردن، میله تو پا گذاشتن، میلی اونا چه قرد شد فلا، اینا همه عربشت حق و ناسه. گاهی یه دفعه میبینه پوست موز خور، پوست موز و موزی که خور پوستش رو پرت کن. یه بند خدای فی طریق المسلمین انداف فی طریق الناس، اومد لیز خورد افتاد پاشی کن، این بیچاره رفت چقدر خرج کرد برای پاشو، چقدر از کار افتاد و عرض می شود که ضرر دید و خسارت و از کار چی شد. همه این ها این آقا زامنه، این خانم زامنه. من اوتد وتدن فی طریق المسلمین فهو له زامن. ای کسی میخ اون موقع ما رو که می بردن اسب و الاغ و اینا رو میخ می زدن، این گره می زدن افسارش که این حیوان نره. خب این میخی که زدی بعدن بعد بکنه با خودش ببره حیوان، بس بعدم تنابش باز که این میخ همین وسط مون. آمد یه حیوانی پاش گره، اون بالا صاحبش سوار بود افتادن و فهو له زامن. در طریق مسلمی نباید کسی عرض بود. گاهی بعضی کارها رو انسان میکنه توجه هم نداره، یعنی حق و ناد. فلذا از قدیم متعارف بوده اینه که وصیت میکردن مؤمنین مؤمنات که بعد از ما فلان مبلغ خمس احتیاطی بدین، فلان مبلغ چی بدین، فلان مبلغ رد مظالم. یعنی اگه مظالمی به گردن من بوده من توجه نداشتم، فلان مبلغ به فقیر بدید از طرف صاحبان اون، عرض میشه حقوقی که بر گردن من به ذمه من باقی مونده. توجه میفرمایید؟ ولذا زمان، نسیه، مهر، اینا همه جزء دیونه، نفقه، نفقه نپرداختی جزء دیونه، دین، یکی از دیونم این قرضه. توجه میفرمایید؟ فلذا میفرماید که اگر بله این دین رو داشت داد، بعد مثلا مهریه یا قرض، ارزش اومد بالا، ارزش افزوده چی پیدا کرد. اینجا بحث بین فقها، هر کس باید به مرجع خودش رجوع کنه. بعضی فقها فرمان که اگر مبلغی تعیین کردن، مثلا تومان، دلار، درهم، دینار، و همون مقدار این عرض می شود که زامن باید او رو بپردازه. بعضی میگن اگر طویل المده بوده، قرض طویل المده است، مثلا 10 پیش، 20 پیش، اگر این طلب کرده بوده و این نداده، سالها گذشته، این فرق میکنه. اما اگر قرض طویل المده داده، آقا این پول رو بدم هر وقت داشتی، سال دیگه یا 50 دیگه بیار بده، این نه، همون پولو، بیش از اون دیگه ضامن نیست. یه وقت نه، 1 گرفته، 2 گرفته، الان 10 نداده، 15 نداده، الان مثلا قیمت تفاوت کرد. اینا رو بعضی فقها ها فرق میذارن. توجه فرمودی؟ من جمله مسئله مهریه رو باز فرق میذارم. مهریه هم جزو دونیست که مثلا حالی بوده، حالا این نداده، طول کشیده. توجه کردی؟ قیمت روز محاسبه میکنن. البته اونایی که طلا و اینا قرار دادن، اینا دیگه هیچ وقت
کلا سرشون اونا که پول قرار دادن بیچاره ها کلا سرشون میره. حالا الان رسمی که دیگه طلا و اینها و سکه و از این حرفا. حالا ای حالی قرضم یکی از دیونه و این مسئله مطرحه بین فقها. حالا بعضی از فقها میگن اگر ترازی کردن با هم دیگه که آقا این قرضی که به شما دادم 10 سال گذشته، الان میدونی مثلا این مبلغ چیه در مقابل، اون میگه آقا نه این چنین نیست، میگه حالا بالاخره حالا یه چیزی بینشو بگیریم، لااقل نمیگیم حالا نه همش به امروز محاسبه شه، نه همش به 10 سال پیش، لااقل نصف با هم ترازی کردن، مانعی نداری، ربا نیست، بگه نه آقا به من مثلا 1000 تومن، من 10000 تومن، مثلا 100000 تومن داده بودم، الان بیشتر بخوام بدم ربا میشه؟ نه این ربا نمیشه که سالیانی گذشته با هم هم ترازی کنن. اگر شرط کنه، در بحث ربا اینجا میاد، در قرض شرط کنه، به عین افزوده کنه یا به صفت افزوده کنه یا چیز دیگه، هر چیزی که شرط بشه در قرض رباس و حرامه. اما اگر شرط نشه، این قرض داده اونم قرض گرفته، حالا این قرض گیرنده یه چیزی میذاره روی این پول، 5000 گرفته یه 500 تا میذاره روش، 5500 تا میده، این آقام شرط نکرده، این میفرمد مستحبه برای این کسی که قرض گرفته، فرمود از مستحبات. روایتش هم هست، امام علیه السلام یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولیس خیر القرض ما جر منفعتن، فرمود بهترین قرض اینه که یه منفعتی هم توش باشه، مانعی نداره، منتها اونی که خراب میکنه این که قرض دهنده شرط بکنه، اون باید شرط بکنه، اما قرض گیرنده هم وظیفه داره، تو هم سر موعد ببر بده، هم یه هدیهی بذار روش ببر بده، که اگه یه مؤمن دیگه باز گرفتار بود خواستش خواست قرض بگیره، اینم تشویق بشه قرض بده، یه کاری نکن دیگه پشت دستش رو داغ کنه دیگه، هر کی بال بال هم زد جلوی ما ما دیگه بهش قرض نمیدیم، کار نکن. البته این حرف درستی نیست، شما کار خیر کردی و ثوابش هم بردی و روایات هم خوندیم، تا وقتی که اون پول تو دست اون آقا ثواب صدقه در نام عمل تو نوشته میشه. حالا اگر همه خوب خوش حساب باشن و سر ساعت و سر روز و اینا، این میشه بانک دیگه، اون گذاشته بودی تو بانک، حالا خوشمزدگی قرض اینه که یه خوردش هم اینجوری هم بالاخره پیش میاد دیگه، مانعی نداره، شما با خدا معامله میکنی. اما کسی که قرض میگیره این انضباط رو داشته باشه، سر عرض بشه تاریخ مقرر و یه چیزی هم افزوده، هدیه ای هم به عنوان عرض بشه تشکر به او بده، و این چیز خوبیست، شرط اگر نکرده بشه. روایات زیاده، امام علیه السلام بفرمد مثلا در روایت دیگه، بله در موثقه اسحاق ابن عمار فرمد قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا، که اضافه ای بده اگر شرط نباشه، فرمد لا بأس بذلك، مانعی نداره. توجه کردی؟ حالا اگر قرض دهنده گفتیم شرط بکنه که بیشتر بده، این چی میشه؟ این رباس حرامه. اگه قرض گیرنده شرط بکنه که من کمتر پس میدم، آقا ما وضعمون چنین نداریم، 5000 تا رو که ازت گرفتم دیگه خودم بکشم تا سال دیگه 4000 تا 3500 میتونم بدم، بقیهش دعا میکنیم، اشکال نداره، این ربا نیست، شرط کمیه، اونم از طرف گیرنده است، اگر شرط بکنه و اونم قبول بکنه مانعی نداره، قرض داده میگه من ممکنه نتونم این قرض رو وفا بکنم، از حالا بهت بگم که نگی بعد
عهدی شد یا چه شد اینها، اینم کار خیر میخواد انجام بده، میگه تا اون مبلغش خب قرضه، اون مبلغی که هم که پس نمیاد قرض رو پس ندهش، اونم صدقه، ثواب صدقه میبرد، اونو 10 میبرد، اینه 18 میبرد، 28 خدا بده برکت. حالا اگه سوالی دارید بفرمید، ندارید دعا کنید. بله مقدار تورم مثلا تو بایستی به من برش کردیم. یکی این سوال هم یکی که اون کسی هم که قرض میده مثلا یک ساله هم تورمه میاد پایین تر، هم که خامسش هم باید بده، یعنی اینجوری کسی راغب نیست که قرض بده عملا، خیلی ضرر میده. بله عرض میشود که خب عرض کردم الان دیگه جوابشو، خوشمزدگی قرض و ثوابش به همینه دیگه، که یه خلاصه حرکتی میشه، بالاخره یه چیزی از جیبش میره. توجه میفرمایید، اگر اینم با همون تفصیلی که عرض کردم بین فتاوای فقها، معمولا اینایی که در طویل المده میشه، چون عرفن هم اینجوری، حالا الان وضع اینجوری، حالا وضع نابسامانی اقتصادی یا حرب اقتصادی، جنگ اقتصادی، این یک امری چیز متداول، عرفی چیزی دیگریست، این خارج از عرفه اتفاقی. یه دفعه شما الان قرض دادی، فردا یک مرتبه جنگ جهانی میشه، نمیدونم همه قیمت ها چی، بگیم آقا چی شد، این میتونه طلب کنه؟ نه، اتفاقیست افتاده دیگه، این قرض گیرنده که مقصر نیست، اتفاقیست افتاده. اما اون طویل المده اینیست که یه چیز متعارفیست، معمولاً در طویل المده در هر عصر و زمانی اتفاق میفته. عرف چی میگه؟ اینجا نظر فقها ها مختلفه، میگن که عرض میشود که بعضا ارزش افزوده رو محاسبه میکنن، بعضا میگن که ترازی طرفه، بعضا میگن نه همونی که عرض میشود که دینش بوده به همون مقدار عرض میشود چی میکنه. و اینه که میخواد خمسشو بده، این کسی که قرض داده اگر به این آقا قرض نمیداد چه کار میکرد؟ اگر صرف میکرد که خب این سرمایه نیست، اگر نگر میداشت که مثلا نگر داره که اضافه بشه، خب چه به اون آقا بده، چه تو بانک بذاره، خمسشو باید بده. اگه به اون آقا بده خمسشو باید بده، خب به اون آقا نمیداد باید خمسشو بده. منتها فرقش اینه، وقتی به اون آقا قرض داده اجازه داره دادن خمس رو تأخیر بیندازه تا زمانی که پولش میگیره، ولی پول مال این آقاست، منتها به دست اون آقاست. من ملکی دارم، دارایی دارم، پولی دارم، منتها الان قرض دادم به دست اون آقاست، خمس به این تعلق میگیره. میتونم الان از جیبم از یه پول دیگه خمس او رو بدم، میتونم صبر بکنم وقتی پول به دستم رسید خمسش بدم. توجه میکنی؟ اگر ندادم اون آقا این پول رو توی بانک نگردشتم، خب باز خمسش میدادم دیگه، بلا علا ای حالین پول مال مالک دیگه، پس خمس چه قرض بده چه نده اون علاهده است. اون نگیم که چون اگر قرض بده خمسش باید بده، مثلا بهش نه قرضم نمیداد خمسش باید میداد دیگه. من اگر پولی رو قرض الحسنه بگیریم، مهلتش نرسیده، یعنی نیازمون رفع شده، حقی نداریم که اینو به کسی دیگه به صورت قرض الحسنه بگیریم؟ بله، این پولی که شما گرفتید، من عرض کردم دیگه، قرض معناش اینه، تملیک مال به شخص، معنی قرض اینه، اونی که قرض میده به شما میگه آقا این 5000 تا رو به شما قرض دادم، مال شما، ملک شما، وقتی شما گرفتی دیگه پول مال شماست، نمیتونی بیاد بگه آقا پولم بده، که پول شما تموم شد دیگه، الان پول منه، ملک منه، میخوای شما
به کسی قرض بدی، میخواید عرض میشود که صرف بکنید، میخواید تو بانک نگردید اصلا مصرف نکنید، میخواید سرمایه گذاری کنید، اون دیگه دست خود شماست. منطقه اون تاریخ مقرر شما باید مثلا این ضمانت دارید که قرض رو پس بدید، مبلغ رو پس بدید. بله. نه دیگه، عرض کردم دیگه، اگر داراییش فقط معونه خودشه که ملک مسکونی، خانه مسکونیشه و لوازم خانه، فرش و کاسه و بشقاب و این یا مرکبی که عرض می شود که داره و هیچی دیگه غیر از این نداره، ملکی نداره، پولی اضافه نداره، این فنظرتون الام میسره. منطقه گفتیم اگر توانایی تحصیل مال داره، بره تجارت کنه، بره کارگری بکنه، بره کارمندی بکنه، واجبه برش، در صورتی که عسر و حرجی نباشه. اگر نداشت شما خونه رو قرض دهنده چیه؟ مثلا خونه رو بپوشه بره یه خونه کوچکتر بگیره؟ خب همون گفتیم اگر شأنش باشه، باز این شأنیته، شأنیته این آقا، کسی که قرض گرفته فرض کنید مثلا این مسئله رو واضح کنم، شما در ذهنتون این اختلاسگرای علیه ما علیه چی؟ ببینید یه کسی یک گرفتاری در زندگی داشت، مثلا میخواست پدرش عمل جراحی داشت یا فرزندش عمل جراحی داشت، خدای نخواسته این دکترم گفته بود که 40 میلیون بعد بیاری تا ما اینا قبولش کنیم، عملش کنیم، اینها توجه کردیم، 40 میلیون 50 میلیون قرض کرد که عمل جراحیه بچهش انجام بده، پدرش انجام بده. خب یک سالم قرض کرد، الان این همه یه خانه ای داره که گفتیم مثلا 5 تا 6 تا بچه داره، چی داره، این چند تا اتاق هم که شاید لایق به شأنشه، هیچ کی بیاد میگه او این خونه به این چی برای شما، نه اینجوری نمیگه، هر کی میگه آقا این ملک مسکونی متعارفیش که برای این آقا هست و یک عرض میشود که اقل ما یحتاج داره. اینجا دین میگه که شما حق نداری او رو در چیز قرار بدی که بی خونه بشی، اساس تو کوچه بریزیم چی بگیم، بیا این عرض میشود که قرض رو بدی، قانون من کاری نداره، ولی از نظر دینی می‌فرماید فاین کان ذو عسرة، قرآن دیگه، این دیگه بحث آیه تیر روایت هم نیم، اگر ذو عسرة شد، مشقت داشت، مرا چی داشت، فنظرتون الی میسره، باید مهلت بده تا یوس براش حاصل بشه. حالا ما گفتیم اینی که یوس براش حاصل بشه اگه برد بگیره بخوابه، حالا من ندارم، خب المفلس، نه میتونی کار کنی، بعد هم کار کنی، اینو حاکم اجبارش میکنه، اونش برو سر کار مثلا بلا. حالا برفرض میگه کارم گیر نی، وضع نابسامانی، نه کار هست نه پول هست، خب اینو نمیشه آقا بگیریم بندازیم زندان، نه این کارا شرعی نیست، توجه کن و نظرتون الی میسره. بله شما کسی که قرض میده این احکام باید بله، مثل چی؟ مثل این ازدواج ها که میگه که طلاق به دست مرده، این زن چه گناهی داره رو گیره این شالاتان افتاده طلاقم نمیده، میگه شما وقتی که اقدام کردی به عقدی که میدونی طلاق دست اونه، اولا اینه خود زن اقدام کرد، از این ورم شارع مقدس امکان قرار داده، الان 12 شرط در ایران در قواله ها می نویسن که زن در وقت عقد از مرد وکالت می گیره در طلاق، که اگر تو مثلا معتاد شدی به من وکالت می دی که بلا از که از طرف تو خودم رو طلاق بدم با حق توکیل غیر، مثلا امثال زالی این کار رو می تونه بکنی، نه توکیل گرفت، نه عرب چی کرد، این آقا این پولی که داری میدی، داری قرض میدی،
خب میدونی این ممکنه هزار اتفاق برش بیفته. اگه میخوای این ثواب 18 تا رو ببری، این الان مریض داره میخواد عمل جراحی کنه، اینم پول داری، امکان داری قرض بهش بده. امکان نداری بی امان الله نده، امکان داری بده. اما اگر دادی دیگه این مالت چی شو؟ مالت در معرض قرض قرار گرفته. احکام قرض اینه که اگر این طرف شما عرض میشود، نمیگه آدم انشالله تانی در اومده، آدم خوب مؤمنیست متدینه، نداره، شارع او رو نمیدازه تو کوچه که بگه اینو مقدم کنه. نه نه، حالا اون بره اجاره کنه به این بده که بنده خدا دوتایشون تو عسره، حالا بله. قرض گیرنده عسره، یکم عسره، بله. اون بره اجاره کنه، خب منشو بفروشه. بله دیگه، حالا این نظر جناب عالی. نه شهر که این کار نکنید، دیگه همین فرمایش آقای دکتر صدری میدید، علیکم با آقای دکتر صدری میدید. بله بعضی اینجوری هندگی، خدا انشاءالله اصلاحشون بکنه. بله شما وقتی طلب کنید گفتیم نه دیگه، قرض برای کسی که نیاز داره، کسی که نیاز نداره میخواد مثلا کلا شرعی درست کنی که 18 صحاب ببره، نه نه، داره پول داره چی بکنه. بله این بله، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این همون میشه مثل اون کسی که پول داره. آخه یه روایته بگم، این ختم کلام دیگه دعاتون کنم، یه شامم آماده است ظاهرا. پیغمبر اکرم فرمود که کسی که راجع به عرض میشد حج و اینا صحبت میکردن، یه دست فقرا اومدن گفتن یا رسول الله، اغنیا پول دارن حج میرن، زیارت میرن، کار خیر میکنن، ولیس لنا، خب ما از این محرومیم، از این فیض حج و این زیارت و این چه. حضرت فرمود که اگر کسی بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 100 مرتبه بگه، خدا اون ثواب حج رو در پرونده عملش. اینا خوشحال شدن، اومدن تو مسجد تسبیح و قول مرورد سبحان الله الحمد لله، چه خبره؟ دن پیغمبر به اینا گفته سبحان الله بگید ثواب حج رو. پول دارم شهیدن، اونا تسبیحاش در بودن سبحان الله و الحمد لله. اینا برگشتن پیش پیغمبر بودن یا رسول الله اینو به ما یاده، اونا هم میرن حج میکنن، پول دارن، تسبیح هم برداشتن دارن. فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، با اونا تا پول خرج نکنن حج نرن خدا نمیده. پول داره بعد بگه که تشریف. یا مثلا فرمود کسی که من فطر مؤمنن، کسی که یک نفر را افطاری بده ثواب چی داره؟ یکی بلند شد گفت یا رسول الله خب ما دوست داریم افطاری بدیم ولی پول نداریم، برای خودمونم نداریم. فرمود اتقوا النار ولو بشق تمر، یه نصف تمر نصف خرما میتونی به یه مؤمنی روزداری بدی در مسجد اومده. خب بله، خب این پول داره یه جعبه خورما بگیره دستش دم در وایسه یکی یه دونه بدی. پیغمبر فرموده ولو لا ذالک فضل، اون پول داره بعد حتما شام کامل بده تا ثواب ببره، این بی پوله با یه شقتم خدا ازش قبول میکن. خلاصه ولی الکلام تتمتون بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم به محمد و آله یا الله.
یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. خدایا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما کفایت فرما. قلب امام زمان از ما راضی بفرما. از سایه لباس فرج بر اندام ناظرینش بپوشان. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. مرزا لباس عافیت بپوشان. ثواب و بهره از این مجلس و نثار روح در گذشتگان ذوی الحقوق پدر و مادر این جمع مرحوم آیت الله خوی عاید و واصل بفرما. بالنبی و آله الفاتحه. مع السلامه.